همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی ایدز در دوربان، کشورهای جهان به آگاهی رسانی و پیشبرد برنامه‌های ملی مبارزه با ایدز اقدام کردند. در ایران هم دکتر علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت، در نشست خبری مشترک با نماینده سازمان جهانی بهداشت از ایجاد مراکز خدمات بهداشتی برای زنان تنفروش با هدف کنترل ایدز خبر داد. همکارم دکتر شیده رضایی در استودیو با ماست با توضیحات بیشتر. خانم دکتر، چرا به قول روی زنان روسبی و یا کارگران جنسی تمرکز شده؟ آیا آمار مشخصی منتشر شده؟ دلیل تمرکز و آمار سرایت ویروس از طریق انتقال جنسی دو برابر شده و در زنان تنفروش به صورت مشخصی این آمار بالا رفته. دلیل بعدیشون فقدان آگاهی در بررسی هایی که انجام دادن، فقدان آگاهی این دسته از زنان درباره انتقال بیماری‌های آمیزشی که در روابط جنسی منتقل میشه بوده که طبیعتاً دامن میزنه به گسترش ایدز. و دلیل دیگه‌ای هم در اینجا وجود داره که کاهش دسترسی این زنان و در مجموع تمام زنان جامعه، البته ولی به طور مشخص این زنان، کاهش دسترسیشون به کاندوم به خاطر تغییر سیاست‌های جمعیتی که در سال‌های گذشته بوده و کاهش دسترسی به لوازم پیشگیری ایجاد کرده، موجب شده که به طور مشخص رو اینا تمرکز کنن. حالا خانم دکتر، طبق آمار ارائه شده هنوز بالاترین میزان آلودگی HIV در میان معتادان تزریقی هست. برای اونها چه اقدامی در نظر گرفته شده؟ در مورد معتادان تزریقی، تجربه کلینیک های مثلثی که از 20 سال پیش در ایران اجرا شد و به طور همزمان معتادان رو در بهشون آموزش میدادن و بهشون در اختیارشون متادون میذاشتن برای ترک، همزمان بهشون کاندوم و سرنگ تمیز میدادن که کسانی که تزریق میکنن سرنگ های تمیز در اختیار داشته باشن که بیماری رو نتونن منتقل کنن. اما با توجه به تغییر الگوی انتقال در ایران که به سمت افزایش انتقال جنسی رفته، یک در واقع ترکیبی از انتقال توسط سوزن و معتادان و انتقال جنسی وجود داره، به خاطر اینکه خیلی وقتا این معتادان همسرانشون از طریق انتقال جنسی ویروس بهشون منتقل میشه و متاسفانه در بسیاری از موارد مشتریان روسپیان یا کارگران جنسی معتادان تزریقی هستن. به همین خاطر یک مجموعه رو ایجاد کرده که دکتر سیاری در همین کنفرانس خبری گفتن مراکز بهداشتی رو در کنار مراکز بهداشتی به طور مشخص برای زنان روسپی دارن، وزارت بهداشت برنامه داره که برقرار کنه که در اونجا بهشون آموزش بدن و وسایل پیشگیری یا کاندوم رایگان در اختیارشون قرار بدن. ممنون از شما خانم دکتر شیده رضایی، در استودیو بودید.